هارتون هستیم که کاری مشترک از فارسی وان و رادیو جوان هست. نکته جالب برنامه امشبمون این هستش که ما الان تو راه هستیم به سمت کنسرت ایرانی، کنسرت 25 بند و امید با هم تصمیم گرفتیم به خاطر اینکه همه بتونیم از حال هوای کنسرت لذت ببریم، برنامه امشب جیوان رو توی کنسرت ضبط کنیم. من الان با آقای کارگردان فلش راننده هستم که داریم با هم دیگه میریم، ایشالا به زودی میرسیم. ولی به خاطر اینکه حالا تا اونجا برسیم نه حوصله شما سر بره نه حوصله آقای کارگردان خوابش ببره، خدایی نکرده، با هم میریم اولین آهنگ این هفته رو گوش میکنیم. آهنگ اول آهنگ زانیار هست به اسم چشمای رویایی که هم شعرش هم آهنگش و هم تنظیمش از خود زانیار هستش. اونی که عاشقت همیشه از عشق تو نمیشه خسته، منم خودشو رسونده به دل تو، به دل تو دلشو بسته، منم منم اون که میمیره بی تو. بعدی از امیرعلی بهادری است به اسم فیلم کوتاه. اسمی که برای این آهنگ انتخاب کردم به نظر من خیلی جالب بودش، یعنی واقعا شنونده دوست داره بره گوش کنه و ببینه چه داستانی هست. مثل یه فیلم کوتاه که پر از تصویره، خاطرات تو هر شب از تو ذهنم میره، مثل کبیر شدم کارتوش بارونه، همیشه قلب من منتظرت میمونه. خب اینم از فیلم کوتاه از امیرعلی بهادری. آهنگ بعدی که براتون میخوام پخش کنم از علیرضا جی جی سیجال و نسیم هستش که همونطور که ممکنه خیلیاتون بدونین از اعضای گروه زد بازی بودن که الان جدا شدن، یه آلبوم خودشون با هم دیگه دادن به اسم پیر شدم ولی بزرگ نه. آره آقای کارگردان درست گفت. یه آلبوم دادم بیرون، یکی از آهنگای این آلبوم هستش ایول ایول. بریم اینو با هم گوش کنیم، قشنگ هست. همیشه پشت همو داشتیم، دیدیم رشد همو داشتیم، موقع پایین بودن و تو گلدونا گل همو کاشتیم، کارامو سر یه مشتی لشه لاشیم، بعضی وقتام اشتباه بود، چشم خوردیم و شد اشتها کور. خب آهنگ آخر این هفته که براتون انتخاب کردیم ریمیکس مهمون من باشه مازیار فلاحی هستش که با آرش صدا انجام داده. بریم با هم گوش کنیم و بعدش میریم به دی جی داستین که الان تو کنسرت منتظرمون هستش ملحق میشیم و اون میوزیک ویدیو این هفته رو براتون اعلام میکنه. من بزاود رو شم کنم یکم هوا عوض نشم، دیجی داستین هستم در یک برنامه دیگه جوان شو. امیدوارم که تا این لحظه از آهنگای سارا لذت برده باشین. من یه ذره دیر کردم ولی اومدم اینجا بلیط بگیرم برای این کنسرت. امشب اینجا دو تا هنرمند خوب قرار برنامه اجرا کنن، ما قرار بریم توی سالن. قبل از اینکه گفتم بریم تو بزن و بکوب و شلوغ و این داستانا، اولی موزیک ویدیو رو بهتون معرفی بکنم. مرجان فرشاد به نام خونه ما که خود مرجان هم موزیک ویدیوش که انیمیشنه درست کرده هم آهنگش رو ساخته. خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا آیه خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتا، پشت جنگل آیه صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا سه آبی، پشت باقا یه گلابی، اون بر باقای انگور، پشت کندو
های زنبور، خونه ما پشت ابراز، اون بر دلتنگی ماست، ته جاده های خیسه، پشت بارون، پشت دریاست، خونه ما قصه داره، آلبالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدم های خسته داره، داره خونه ما گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایوون، لب دریا تو تابستون، عکس اون رو سیره بارو با یه بغضای چمدون، رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون. پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی، خونه ماست اون بر آب، اون بر موجا، پشت جنگلای زربه، توی رویاست، توی خواب. توی سالن انقدر تاریک بود نمیشد فیلم برداری کرد، سر صدا هم زیاد بود، ماشاءالله جمعیت اومده داره پر میشه. اومدم دوباره بیرون، موزیک ویدیو دوم بهتون معرفی بکنم، نعیم مسچیان با من نبودی. این موزیک ویدیو حال هوای خودشو داره، بریم اینو با هم دیگه نگاه بکنیم. We'll be right back.
خب در کنار امید عزیز هستیم. با هزار زحمت من ایشونو الان پیدا کردم اینجا، گفتم یه گپ خودمونی یا یه چند تا سوال ازشون بکنم، وقتشونو میگیرم. امید جان خیلی خوش اومدی به شهر ما، تا حالا خوش گذشته، تدارکات همه چی به جا بوده، خوب بوده؟ سلام عرض میکنم از این طریق به تمام بینندگان خوب J1 Show، چه اسم قشنگی. من خودم برنامه تو دیدم، خیلی با انرژی خاصی برنامه اجرا میکنی، واقعا بهتون تبریک میگم. خیلی خوشحالم اومدم دبی. این الان فکر میکنم بار پنجم من هست، ولی یه فاصله گپ تقریبا 5 سالم بینش افتاد که این باعث شده خیلی هیجان زده تر، خیلی خوشحال تر امشب برنامه رو اجرا بکنم. بسیار عالی، منتظریم. با کدوم آهنگ شروع میکنی؟ این مهمه. مسلماً این سری احساس کردم که با دوستت دارم بیام، به خاطر اینکه توی دوستت دارم تمام کلام و تمام احساسی که در من وجود داره برای شنوندم تو این ترانه زده. واقعا هم چه آهنگ قشنگی، آهنگی که آدم یه مدت هم نشنوه گهگداری میاد تو ذهنش. اصلا واقعا امید جان، یه دونه از کار آخرین کارات که کردی با توماس آندرس به نظر من خیلی کار جالبی بود، و چطوری شد این؟ یه ذره برام توضیح بده اصلا داستانش چجوری بود، رفتی سراغ یا اون اومد سراغ تو، چجوری بود داستانش؟ خیلی خیلی اتفاق جالبی بود و من خیلی خیلی خوش شانس بودم که این اتفاق برای من افتاد، به دلایل خاصی. یکیش که خیلی از همه مهمتره که من خودم فن توماس آندرس و مودرن تاکینگ بودم، برای اینکه زمانی که ما نوجوان بودیم مودرن تاکینگ در ایران بیداد بود. And strong chain that never breaks, no one can replace. Mohom, yaro hamo, yek vatan darim, kishvar doniyo. یه پروموتر ایرانی در وارنر چپل بود که با آقای توماس آندرس کار میکرد، و بعد گویا در یک صحبتی با هم گفتن که آقای توماس آندرس علاقه نشون داده که میخواد به بلاک شرق خودشو بیشتر نزدیک کنه. تو مصاحبه، توی تمام اون نشستایی که داشتن اسم من در میاد، در نتیجه با من تماس گرفتن و منم بسیار خوشحال و هیجان زده به دیدار توماس رفتم در دانمارک، همدیگر رو دیدیم و ما حاصل این برخورد شد ترانه زیبایی به اسم We Are One. بهترین مسیجی بود که ما میتونستیم بدیم، و من از یه لحاظ خیلی افتخار میکنم که حداقل جامعه خودمون رو یکم بیشتر به مردم معرفی کنیم. و جالب اینجاست که اینقدر به طرفدارای خارجی من اضافه شده، اصلا واقعا نمیدونم بگم چقدر. پریشب در آنتالیا برنامه داشتم، شاید بالای 15-16 نفر آلمانی و انگلیسی اومده بود برای این برنامه، و حالا به غیر از اونایی که تو فیسبوک برام پیغام میذارن، ولی خیلی هیجان زدم و از این پروژه با توماس آندرس بسیار خوشحالم. خیلی ممنون و امیدوارم که طبق معمول اجرای بسیار زیبا و قشنگ داشته باشی. میایم اونجا که لذت ببریم. قربون شما، خیلی ممنون. تو قبل گاه منی، آخه پناه منی، حالا عاشقم، آره عاشقم، تو رفیق راه منی، نکنم دیگر به کسی نظر که تو تکیه گاه منی. دوست دارم های تو با امید موندن میده، به این صدای خسته جرأت خوندن میده، و
وای که چقدر دوست کنم، به قصد دنیا میخوامت، اندازه یه ستاره با یه آسمون میخوامت، وای که چقدر دوست دارم، به قصد دنیا میخوامت، اندازه یه ستاره با یه آسمون میخوامت. آخه عاشقم، آره عاشقم، تو رفیق راه منی، نکنم دیگر به کسی نظر که تو تکیه گاه من. این دستو کجاست؟ اون تو خیلی شلوغ پلو هستش، من یه لحظه اومدم بیرون، حالا هواش فوق‌العاده جالب و خوب و شاد هستش، جای همه تون خیلی خالیه. با هم بریم نسخه جعلی این هفته رو ببینیم، برمیگردیم در ادامه کنسرت با هاتون هستیم. اسمالغا سیبیل سیا چشم آدومی پاشن تلا، اسمالغا سیبیل سیا چشم آدومی پاشن تلا، میخوام بیا در خونتون، نمیخوام بیا حرف زنم با ننتون، نمیخوام بابا، میخوام بیا در خونتون حرف زنم با ننتون، بگم شدم عاشق پسرتون، میخوام بشم من عروستون، بابا میخوام بیا زنت بشم، نگونم نگونه میشه ریشت هکه بلند میشه قشنگ ترم میشه. اسمال آقا سیبیل سیا چشم آدومی پاشن تلا، میخوام بیا در خونتون حرف زنم با ننتون، بگم شدم عاشق پسرتون، میخوام بشم من عروستون، بابا میخوام بیا زنت بشم، نگونم نگونه میشه ریشت هکه بلند میشه قشنگ ترم میشه. میشم فدا عاشق کارات، میبازم برات و هرچی بخوای، حالا نمی نمی شدی تو شوهرم، اسمال غار توی تاج سرم، حالا نمی نمی شدی تو شوهرم، اسمال غار توی تاج سرم. میگه بوز او کنستم، میگه اسمم اسمال نه هستم، حالا اسمال مسمال دستمال مسمال، هرچی باشه اسمال باشه، اسمال آقا یه دونه باشه، کفشه یه سیاه باشه، به لاتینم رسو به پیش ما، تو دلالتی تو محل ما، بیا تو بشین اینجا پیش ما، میخواییم بشیم سیریش ما. صبحی اومدم بیاره خونه، گفتم درست کنم بسد یه صبحونه، حالا بشم من بسد زهره خونه، بگم همه جا شدم یه دردونه، شده مامان دوست بزرگ و چاخونه، خودم میدوزم بسد دینه 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 دینه. خب رسیدیم به بخش خیابون فرعی این هفته. یه ویدیو خیلی قشنگ پیدا کردیم. یه سری بچه باحال نشستن دارن موزیک بسیار قشنگی اجرا میکنن. اینو براتون پخش میکنم و امیدوارم خوشتون بیاد.
نه خوش گذشت. خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. اجرا بچه‌ها خیلی خوب بود. اجراشون حرف نداشت، فضای فوق‌العاده شاد و دوستانه‌ای بودش، جای همه شماها خیلی خالی بودش. واقعا بعضی موقع آدم مثلا خواننده‌ها رو می‌بینه، آلبوم‌هاشو میاد بیرون، موزیک ویدیوهاشو میاد بیرون، بعد وقتی روی صحنه می‌بینی چه اجرایی دارن و کلا مثلا متفاوته یا همون به همون خوبی با هم کیفیت اجرا می‌کنن، تازه پی می‌بره که اینا واقعا آرتیستن. اینو دیدی؟ چیه؟ اسمش سکچه. عکس میگیری بعد باش کار بامزه رو عکست میکنی. چه جالب، یعنی مثلا میتونی نقاشی بکنی. اوه اضافه کار میشه کرد. چقدر جالب، قشنگ کار آرتیستی میشه. اوه فتوشاپ. بله عجب عکسی بود. این عکسه خودتو نگاه کن. آه این میزه اینجا چیز زیر انگشتات هستش. همه میتونی نقاشی کنی روی عکسات، از خیلی زیاد کار میشه. خب برنامه این هفتمون هم تموم شد. تموم شد. باید خدافظی بکنیم متاسفانه باهاتون. هفته دیگه دوباره در خدمتتون هستیم با برنامه جدید جیوان. فراموش نکنین که لینک این قسمت رو میتونین توی صفحه فیسبوک پارسیوان و یوتیوب تماشا بکنین. فراموش نکنین که نظرات و ویدیوهاتون رو برای ما بفرستین و اگر هم که مشکلی دارین برای دیدن این لینک ها VPN VPN استفاده کنین. VPN بکنم کاربردش هم بلدن، میدونن چه چیزی کنن، اگه بلند نیستین هم بپرسین اشکال نداره. از VPN استفاده بکنین. هشتگ هشتگ یادتونه، هشتگ خیلی مهم است. هشتگ جیوان. و هفته دیگه دوباره من دیجی داستین در خدمتتون هستم و منم سارا باهاتون هستیم. هفته خیلی خوبی داشته باشین. تا برنامه دیگه خداحافظ. قربونتون، خداحافظ.